سال تحصیلی دیگری پس از فراز و فرودهای پاندمی کاملا حضوری آغاز شده. اما آیا نظام آموزشی ایران برای جمعیت بیش از 15 میلیون دانش آموز تمهیدات لازم را فراهم کرده؟ بودجه 1401 برای آموزش و پرورش از کل بودجه کشور سهمی کمتر از 5% را در نظر گرفته. بودجه تربیت بدنی و سلامت دانش آموزان 42%، برنامه‌های حمایت از فرهنگیان 18% و بودجه برنامه‌های تربیتی 64% نسبت به سال قبل کاهش هم داشتند. تازه‌ترین برآوردهای سازمان نوسازی و تشخیص مدارس هم نشان می‌دهد دولت برای مدرسه سازی به طرح‌های مشارکتی با خیرین تکیه دارد. عملاً امکان شروع و احداث پروژه جدید از محل منابع ملی ممکن نیست. در واقع پرداخت همان سهم 5% نوسازی مدرسه ها از صندوق توسعه ملی هم به در بسته خورد. اساساً خانم قلی‌زاده که از سال 92 تلاش کردند که این مرکز را بندازن که مدرسه بچهای کار خیابان باشه. ظلمی که در حق مادر میشه در حق افدار کنترلگرانه حکومت با سازمان‌های مردم نهاد و امنیتی کردن مددرسانی‌های مردمی باعث فرار خیرین یا توقف فعالیت آنها شده. اینجا کلاس دبستان آقای معلم. فقر فراگیر هم دلیل دیگری برای کاهش مشارکت خیریه هاست. با این همه تنها امید توسعه امکانات آموزشی باز به مشارکت‌های مردمی برمی‌گردد. اینم مدرسه، اینم کلاس. بله، همونطور که میبینید نه کلاس درس خرابه. موزل فرسودگی و کمبود امکانات آموزشی چنان جدی است که زنگ خطران در پایتخت هم بلند شده. استان تهران، استان البرز و سیستان و بلوچستان بیشترین فرسودگی در مراکز آموزشی کشور را ثبت کردند. همچنین برآورد آموزش و پرورش استان تهران نشان می‌دهد تراکم دانش آموزان تنها در مدارس پایتخت 8 تا 10 نفر بیشتر از متوسط کشوری است. تحصیل در مدارس فرسوده در مقایسه با مناطقی که اصلاً فضایی به نام مدرسه و کلاس درس ندارند، نوعی امتیاز هم به حساب می‌آید. نظام آموزشی ایران دست کم با کمبود 50,000 کلاس درس روبروست. ناعدالتی گسترده‌ای که پیامد آن تحصیل دانش آموزان در دست کم 4,000 مدرسه کانکسی است. آمار مدارس درختی و مدارس کپری هنوز مشخص نشده. وعده آموزش و پرورش رایگان برای همه در لابلای صفحه های قطور کتاب قانون جا مانده. وقتی سال تحصیلی 1400 با آمار تقریبی 1,000,000 دانش آموز جا مانده از مدرسه گذشته. از فرط خستگی خوابش برده. شکاف طبقاتی در نظام آموزشی چنان عمیق شده که سهم دهک‌های پایین افزایش آمار 50% ترک تحصیل از همان مقطع ابتدایی است. در مقابل دهک‌های بالاتر پذیرفته شدگان برتر کنکوری هستند که برای جیب‌های خالی و دانش آموزان حاشیه نشین جایی ندارند. پنجم، دوم، سوم، اول. فیروزه جابانی، لندن. هیچ‌گونه معلم نداره.